سلام، من آردین اسدزاده‌ام. امروز قرار در مورد ریتم شافل یا سوینگ صحبت بکنیم. ریتم شافل دقیقا مثل همین چیزی که توی اول ویدیو شنیدید که داشتم میزدم، خیلی به گوش خیلی همون آشناس و توی موزیکای بلوز، کانتری و حالا زیرشاخه‌هاشون از این ریتم و الگو ریتمی خیلی استفاده میشه. امروز قراره که خیلی دقیق ببینیم که این ریتم چجوریه، یه تمرین خیلی ساده باهاش داشته باشیم، یه جورایی میشه گفت ساده شده، یه ورژن ساده شده همون چیزی که اول ویدیو زدم رو قراره که بزنم و با تبلچر بهتون نشون بدیم. خب اول از همه قبل از اینکه بریم سراغ اینکه ببینیم خود ریتم شافل دقیقاً چیه، باید ببینیم که تریپلت یا تریوله در واقع به چه صورت هستش. خیلی همون بلده ایم. تریپلت یا تریوله در واقع به گروهی از نوت ها میگن که در واقع تعدادشون 3 تاست و در یک ضرب زده میشه. یعنی اگر در واقع این ضرب مترونوم من باشه، توی هر کلیک من 3 تا نوت میخوره، میشه 1 و 2 و 3 و 4 و. اوکی؟ حالا اگر در واقع من بخوام با مترونوم اینو بزنم، 1 2 3 4، توی هر بیتم یا هر کلیک مترونومم 3 تا نوت داشتم. خب بهتره بگیم 1 و 2 و 3 و اینجوری بشماریمش. اما من میخوام امروز یکم اینو تغییر بدم، به جای 1 و بگم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3، که در واقع فرقی نمیکنه. حالا بریم سراغ ریتم شافل. اگر ما یک گروه تریپلتی، یا بهتر بگیم یک میزانی که 4 تا گروه تریپلتی توشه رو تصور بکنیم، از هر کدوم از این گروه های تریپلتی که 3 تا نوت داره، اگر نوت وسطش رو حذف بکنیم، یعنی نوت دومش رو حذف بکنیم از هر گروه، ریتم شافل به وجود میاد. یعنی به جای اینکه من بگم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3، میتونم نوت دومم رو یا ضرب دومم رو روی هر گروه حذف بکنم، انگار تو ذهنم دارم میشمارمش، که میشه 1 3 1 3 1 3 1 3. در واقع اینه که در واقع ریتم شافل رو به وجود میاره. خب موقعی که میخوایم بنویسیمش، میتونیم اول از همه خیلی ساده بنویسیمش یه چنگ، یه سکوت، یه چنگ، البته در قالب تریپلت، یعنی واقعا تریپلت چنگ، و دوباره همین تکرار بشه. یه کار دیگه ای هم که میتونیم بکنیم که اون سکوت رو مجبور نشیم بذاریم اینه که خب بیایم یه سیاه بذاریم، یه چنگ، یه سیاه، یه چنگ، باز هم در قالب تریپلت. یعنی میشه سیاه، چنگ، سیاه، چنگ، سیاه، چنگ، سیاه، چنگ، یا 1 3 1 3 1 3 1 3. این شد ریتم شافل یا سوینگ ما. حالا تمرینی که من میخوام بدم در واقع خیلی خیلی ساده است. قراره که این تمرین با یه پاور کورد E زده شه، یا E5 در واقع زده شه، که همچین پاور کوردیه. و بعد قراره که بیام اول تصور بکنیم که گروه های تریپلتیمونو داریم که داریم میزنیم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. حالا اگه قرار باشه اون دعا رو حذف بکنیم، میشه 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3. همین کار رو میتونیم بیایم با پاور کورد لا انجام بدیم. دقیقا زیرش یه سیم پایین تر پاور کورد لا رو داریم رو سیم 5. بهتره که سیم 6 رو با 60مون میوت بکنیم، میشه و بعد پاور کورد بعدی پاور کورد سی یا بی در واقع، پس شد از اول من چیزی که در واقع اول ویدیو زدم الهام گرفته شده از همین 3 تا کورد بود. در واقع زدم لا، کاملا میشه تشخیص داد که 1 3 1 3 1 3، دقیقا همین ریتم ما در واقع تو این ریفی که من زدم هم داریم. خب این شد در واقع تمرین شافل با استفاده از پاور کورد های E, A و B.